خب بس میکنیم بارد که ما چطور بتونیم در برای اکسیس تیبل ایجاد کنیم. اینجا طبیعی دارم تحت نامی کرید که از اینجا معمولا میشه باید تیبل ایجاد بکنیم و کیوی فار بار که ابتدا دارین آبجکتی که اینجا ما داریم تحت نامی تیبل. تیبل دقیقا یک استرکچر است. ما میتونیم تعریف بکنیم استرکچر یک دیتابیس به معنی که اگر ما تیبل نشته باشیم دقیقا ما نمیتونیم کیوی تشکیل بوده، ما نمیتونیم فارمی تشکیل بوده، ما نمیتونیم رپورت تشکیل بوده. بنان اولین آبجکتی که ما اینجا ادوارش بحث بکنیم تیبل است. تیبل اینجا به دو حالت میتونیم یک تیبل ایجاد بکنیم با داشتی دیتا تایپ. اول اینجا براش کلیک میکنیم میتونیم اولا به شکل یک تیبل ایجاد بکنیم. فرض کن اینجا سوپنی آیدیز، اینجا کلیک میکنیم میگیم تکست باشه و نمبرش میتونیم میگیم قیمان نیم و به شکل بد نیم اینجا میگیم نمیدونم خوب لانگ تکست فرست کن دیتیل و اینجا میتونیم در نمبر میگیم فون و اینجا بعد میشه تعریف بکنیم جندر و میشه کل اینجا میشه که ما بیم باش تعریف بکنیم HR و next finish. خب ساب میکنیم اینجا بعد میم تد نامی میجور و میشه کل دیتا تایپ مختلف است میشه کلین ها شما استفاده بکنید و این روش خیلی ساده است. شما اینجا میرین تیرید و باید تیبر کلیک میکنید میشه بعد آف کلوز بکن و اینجا تیم آپین بگیم پرس کن نام است میگیم علی دیتیلش است میگیم علی خان محمودی و فون نمبر تعریف میکنیم اینجا جندر هم میگیم خب درست است و میجور میگیم انتخاب میکنیم میگیم ایچ هم و در صدی که لزوم داشتین شما برایش سلری هم تعریف بکنید اینجا میگیم بعد کرنسی انتخاب میکنیم یه تعریف میکنیم به عنوان سلری. خب حال اینجا میتونیم تعریف بکنیم که سلری هم در خود روزی 20 تقریبا یک روش کاملا ساده که میتونیم تیبل ایجاد بکنیم و روشی که خیلی خیلی مهم است و خیلی کاربردی است تیبل دیزاین. اینجا کلیک میکنیم که معمولا میشه که تیبل دیزاین میکنیم پرایمری کی فارم که تعریف بکنیم اینجا فلت نیم نامی ستون اینجا که دیتا تایپ بره و اینجا که دسکریپشن معمولا اینجا اگه ما داشته بکنیم اینجا آیدی اینجا بعد بگر آکس نمبر بگیریم و میشه که اینجا کمویش دسکریپشن. خب اولا اینجا میم برای دیتا تایپ بس بگیم دیتا تایپ چی هست. اینجا ما داریم تحت نام دیتا تایپ یا انتخاب نوعیت اطلاعات من به این معنی هستش که معمولا ما میتونیم دیتا رو که وارد اکسس میکنیم نوعی از ورودی کلمات چه اینجا تعریف میکنیم که داشت میگیم دیتا تایپ. فرض کنم معمولا اگر ما عنوان داشتیم تحت نام نیم تحت نام دیتیل که اینها معمولا تکست وارد میشه که برای اینجا میتونیم تعریف میکنیم شارت تکست و لانگ تکست. اما اگر ما کلمه تحت نام فون نمبر اگر درج بکنیم در خود دیتابیس مون برای ما اینجا نمیتونیم براش تعریف بکنیم شارت تکست بلده که ما در فون نمبر معمولا اعداد درج میکنیم بنابراین اینجا بهتر است که ما در فون نمبر چی تعریف بکنیم؟ نمبر. پس این را بنامه چی میگیم؟ دیتا و به شکل اینجا بعد داریم دیتا آف برت یا سال تولد منیم بنابراین بعد ما نمیتونیم در سال تولد به اینجا نمبر تعریف بهتر است که ما بیاییم برای چی تعریف بکنیم؟ دیتا تایم درست؟ و اینجا بعد داریم جندر داریم که جندر هم به شکل میشه معمولا ما اومدیم اینجا و بعد براش یه اسم مهمی انتخاب میگیم بله میگیم یه جنسیتش میگیم من هست دن هست که از اینجا یه از آدمو انتخاب میگیم و اینجا بعد پیبل داریم که به پیبل
میتونیم ما تعریف بکنیم currency و هم میتونیم برش تعریف بکنیم number. خب تفاوت نه. و اینجا ایمیل داریم که در ایمیل معمولا ما میتونیم hyperlink انتخاب بکنیم که وقتی بالایش کلیک بکنیم مثلا ایمیل میشه. و اینجا footer داریم که در footer هم معمولا دو گزینه هست، یکی بنام only object، یکی به اسم attachment. اگر شما قرار باشه که فرم از تیبتون بسازید، بهترین گزینه است که شما attachment انتخاب بکنید چون قابل نمایش هست. و میجور معمولا دپارتمنت یا سبجکت اینها کلا لوکال لوکال بیزت می، چون بعد از اینکه یه بخش هاش اینجا تعریف میشه شکل چی لاغونه. و در توتال هم معمولا کالکولیشن اینجا کالکولیشن که میتونی شما دو یا سه ستا چی کار بکنید اینجا مجموع کنید که برش بگیم کالکولیشن. خیلی خب اینجا میم و اینجا دقیقا فیلد تعریف کردیم تحت نام آیدی و اینجا آوت نمبر تعریف کردیم. آوت نمبر به معنی اوتوماتیک به معنی که به شکل اوتومات شما رو گذاری میکنم. خب یه رو سیف میگیم و بعد ثبت میکنیم تحت نام دی دی اوکی میکنیم و بعد باز. ببین یک سیف فلحال ستون دیگه وجود نبود، برای دیگه ما بودون ستونی بعد ایجاد بکنیم. بنان اینجا رایت کلیک میکنیم و دیزاین ویو را کلیک میکنیم. اینجا بعد میگیم نیم و بعد میگیم شارت تکست، میگیم تکستی به شکل اوتومات. دوباره باز میکنیم. اینجا برای ما دقیقا آیدی نام که اضافه شد نام میدیم به نامی احسان. خب به این شکل دوباره میریم اینجا دیزاین ویو. به فلها دو ستون داریم ما که دکتید با نام فل تعریف میکنیم. بعد اینجا دستوری میدیم تحت نامی دیتیل و دیتیل هم میم اینجا دقیقا دارش تعریف میکنیم لانگ تکس کلوز ثبت میکنیم. دوباره باز میکنیم اینجا ستون تحت نامی دیتیلز دقیقا برای ما اینجا ظاهر شد. میتونیم نام تعریف بکنیم، میتونیم یک جزئیات بتیم بگیم که احسان احسان پور. و دوباره میم اینجا دیزاین ویو. بعد اینجا داریم تحت نام نمبر میشه اینجا تعریف بکنیم فون و کانتکت نمبر تعریف بکنیم نمبر. خب ثبت میکنیم دوباره باز میکنیم اینجا فلحال اینجا احسان است احسان پور. اینجا فون نمبر اگر ما اینجا اعداد بدیم بران اگر ما بخواییم پیش بگیم که اجازه برای ما نمیدیم چون اکسیز هست. بران اینجا ما چی کار میکنیم؟ تعریف میکنیم برش نمبر اما دیکنم که برای ما اجازه برود و مراحلی بعدی دیکنم که داره میشه. و میم اینجا دوباره قسمت دیزاین ویو. بعد اینجا دستیر تحت نامی دیتن تایم اینجا تعریف میکنیم بگیم که DUB Dutch of Bert معنی میتن. اینجا دیتن تایم انتخاب بعد سیف میکنیم دوباره باز میکنیم اینجا دیخند میکنیم که اینجا گزینه دیتا میشه که توده بیاریم فلحال فیلی و بعد اینجا دیزاین ویو. بعد داریم اینجا دستوریدن تحت نامی کرنسی که اینجا میتونم تعریف بکنیم پیمنت پرداخت برمید دقیقا پیمنتش میگیم اینجا دقیقا کرنسی انتخاب میکنیم و بعد سیف میگیم دوباره باز میکنیم میگیم پیمنت در حدودی $1000 و سیف میگیم دوباره میگیم اینجا دیزاین ویو. بعد کرنسی داریم اینجا yes or no میتونیم یه تعریف بکنیم جندر جنسیت اینجا میگیم بعد میگیم yes or no خب سیف میکنیم دوباره باز میکنیم میگیم جندر ازی خب بیتالت میگیم بله مرد هست میگیم اینجا. خب دوباره باز میکنیم اینجا دیزاین ویو و بعد اینجا داریم اولی آبجیک اتچمنت که معمولا گفتیم ما میتونیم در فوتو و دو روش میتونیم یک تصویر ایجاد بکنیم که برایش اولی آبجکت یکم برایش اتچمنت. گفتیم اگر شما
قرار باشه که یک فارم تشکیل بدین و ابجکتیو بعدی خود اکس رو بخواید کار بکنید. بدون گزینه است که شما اتچمنت برند اینجا مین اینجا نشتم این خارج نمیبینی فول تو و بعد اینجا پولی ابجکت بهش انتخاب کرد ثبت میکنیم دوباره باز میکنیم از اینجا و اینجا میتونیم بریم و اینزورت ابجکت رو اینزورت بکنیم. پس کن فایل خود میریم این پروژکت ساب چیکار بکن بس بعد اوکی و میشه که اینجا دقیقا شما بجای اولی ابجکت بهتر است که شما انتخاب بکنید اتچمنت اتچمنت فکر کنم بهتر میگذره انتخاب بکنید. خب بعد داریم اینجا برای هایپرلینک داریم اینجا ایمیل و بعد اینجا هایپرلینک کلوز میکنیم ثبتش میکنیم و دوباره اینجا باز میکنیم و بعد میگیم ehsan@gmail.com. ببینید که فیلحال میتونیم ایراد تا بازم بکنیم از اینجا که خیلی خوب است که شما برای ایمیلایتون هایپرلینک تعریف بکنید و لینک ارتباطی معلوم بود و دیزاین ویو میریم اینجا بعد دیتا تایپ بعدی که داریم تحت نامی لوک اپ ویزارد داریم که معمولا میشه که گفتیم باسه لوک اپ ویزارد شما چندین بخش تعریف کنید. پس اینجا میجور داریم و میجور میتونیم ما لوک اپ ویزارد بگیریم بعد لوک اپ ویزارد گرفتیم میگیم بخش هایت میگیم بی بی ایس و بی سی ایس و لاو هست و میتونیم تعداد دیپارتمنت ها رو تعریف بکنیم که نمیدونم آی تی سو چهار است و میشه کار فایننس است که برای این موضوعات بنار از لوک اپ ویزارد استفاده میکنیم. اینجا می فرض کن تعریف میکنیم اینجا میجر و بعد اینجا دقیقاً لوک اپ ویزارد آی ویل تایپ انتخاب میکنیم و بعد نیکست میگیم. اینجا فرض کن میگیم 4 بوده و آی تی نیکست و فینش. اینجا میشه که سیو بکنیم دوباره باز کنیم از اینجا. اینجا میتونیم دقیقاً که انتخاب بکنیم میگیم HR هست آی تی هست دیتک باورت میتونیم دقیقاً از چیز استفاده بکنیم از لوک اپ ویزارد. دوباره دیزاین ویو میریم و گزینه بعدی که اینجا داریم تک نامی کالکیولیتد هست که معمولا برای مجموعه سازی استفاده میشه. اینجا دقیقاً توتال داریم اینجا کالکولیشن انتخاب شده و از اینجا گفته پرایس فرض کن میتونیم ضرب در تعداد بکنیم که برای اینکه بتونم توتال برای ما دریافت بکنم برای اینجا کالکولیشن انتخاب میکنیم. خیلی خوب اینجا رو کلوز میکنیم دوباره میریم کرییت و اینجا تیبل دیزاین اینجا تعریف میکنیم نمبر اوت نمبر و اینجا آی تیم تیکس. خب آی تیم تیکس و پرایس نمبر کیجوا یا کوانتیتی هم نمبر و اینجا توتال میم دقیقا در توتال اینجا کالکولیتد انتخاب میکنیم و اینجا میتونیم بگیم نمیدونم پرایس شیفت با 8 که دقیقا عمل ضرب صورت میگیم بگیم ضرب در تعداد بعد بگیم اوکی اینجا میگیم اوکی. خوب اینجا میم بعد میگیم اوکی و سب میگیم تحت نامی سیلز. خب تیبل سیلز رو باز میکنیم اینجا گفتیم دقیقا ما آیتم داریم میگیم آیتم رو هست بوده تو و پرایس سلو بیست هر بانی تی دارم که بیست و رفرم دیبی که به شکل آتوماتیک خودش مجموع این خوبی کالکولیشن هست برای دیگه ما بتونیم چندین قیمت یک مجموع دریافت بکنیم برن اینجا دیتا تایپ انتخاب میکنیم تحت نام کالکولیشن. خب دیتا تایپ دوباره بیم دیزاین ویو اینجا دقیقا که ما تانیست این دیتا تایپ را کلن داره شما معرفی بکنم و اینجا دسکریپشن رو میشه که در آمده بر کل ستون هایتان دسکریپشن بدیم